شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ببخشید انقدر نروسم، فکر کنم صدام داره میلرزه. عیبی نداره خانم، صداتون ارتعاش داره، هیچ اشکالی نداره، بفرمایید. من انقدر شما رو دوست دارم، آرزومه که یه روزی ببینمتون و بغلتون کنم، اگه اجازه بدین. البته لطف دارید. کجا زندگی میکنید عزیز؟ من اورنج کانتی هم، ماها نیبریم. خیلی خوب، من که کنفرانس دارم اورنج کانتی، حداقل بیاید همدیگه رو ببینیم. ولی به هر حال یه وقت دیگه به من بفرمایید. برای چی تلفن کردید عزیز؟ راستش آقای دکتر هلاکویی، من خودم بچه ندارم ولی بویفرندم یه پسر 9 ساله داره و I need your advice. نه نه نه، اول شما چند سالتون عزیز؟ من راستش دارم سکته میکنم، من 44 ساله. اوکی، چه مدتی از امریکا هستی؟ 23 ساله. اوکی، چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟ من بچه اولم، یه برادر کوچکتر دارم از خودم. چه مدت؟ چه مدت کوچکتر؟ 6 سال. اوکی. آخه شما مادریتون رو قبلا کردی؟ بنابراین از اونجا میاد. چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟ من پرستار هستم و یه ازدواج ناموفق داشتم و الان توی در چه سنی؟ در چه سنی توی ازدواج بودید؟ از 28 سالگی تا 39 سالگی. تا 39؟ بله. و تو این 11 سال بچه دار نشدی؟ نه، جفتمون بچه نمیخواستیم. اوکی، پس شما هم نمیخواستی. خب حالا این آقا ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ نه، ایشون آمریکایی هستن، یه بچه دارن از ازدواجشون. خانومشون سکند جنریشن مکزیکن هستن و دچه. ایشون چند سالشه؟ 46 سالشه. چی خوندن؟ چی میکنن؟ دانشگاه نرفتن ولی he is in real estate business. وضع مالیش چطوره؟ اگر درآمد شما $1,000 در سال، درآمد ایشون چقدره؟ 507. خب امریکایی که هستن، از شما هم که سنشون بیشتره، خب معلومه تواناییه تولید پول و درآمد اون قرار ندارن. حالا به من بگید که چه مدتی است جدا شده؟ ایشون 2017 وقتی بچه 3 سالش بوده جدا شدن. خب بچه با کی بوده این مدت؟ بچه 75-25 مادر نگه کاستدی 75%، دو روز در هفته پدر داد پیش پدره، بقیه روزا پیش مادره. اوکی. خب شما الان چه مدتی است با هم آشنا هستید؟ ما 3 ساله. آیا با هم زندگی میکنید؟ نه. خب حالا پرسش چیه یا مسئله کدامه؟ پرسش راستش I need your guidance. بچه خیلی پیکی ایتره و من یعنی چی پیکی ایتره؟ یعنی پیکی ایتره یعنی چی؟ یعنی از این همه چی نمیخوره. متاسفانه اوایل آشنایی ما این مریض شد و تو اتاقش خوابیده بود و وقتی که اومده بود که بیاد پایین پدرش بگه چند بار استفراغ کرده بود. از اون به بعد رو شام خوردن خیلی حساسه، همه چی نمیخوره. فقط شما با یه بچه شما با یه بچه وسواسیه مضطربی روبرو هستی. خب اون بله واقعا هست. خب حالا سر غذا که بچه به قول شما پیکیه، همه این غذاهایی بهش بدید که میخواد، هیچ غذایی که نمیخواد رو بهش ندید. خب بعد من الان مشکلمون اینه که یعنی من نمیدونم واقعا من باید چجوری رفتار کنم. مثلا مهمون خونه منه یا ما میریم مهمونی، هیچی نمیخوره، لب به هیچی نمیزنه. خب نمیزه برای که مریضه. خب بعد ما باید چه کار بکنیم؟ ما یعنی شما باید بره دکتر معالجش کنه. شما کاری نمیکنید؟ این پدر امریکایی این بچه رو برده رو که ببینید عزیز، شما وارد چه زندگی شدید؟ چی میخواید از تو این در بیارید؟ یه بچه که معلومه پدر و مادر با ندانم کاری و
یا به دلیل زمینای ارثی، من نمیدونم، یه بچه رو گرفتار و بیمار کردن. تازه این حال اولشه، 13-14 سالش بشه شما مسائل دیگری خواهید داشت. شما برای چه توی همچین رابطه رفتید؟ این رابطه دو تا سه تا چیز خوبش چیه؟ این آقا دو سه تا چیز خوبش چیه؟ خیلی لویال، خیلی لویال. یعنی لویال آنست یعنی ما شما تو خودم امتحان بردیدش، اینا که مشخص نمیشه لویال و آنست. از کجا میفهمید؟ آمده اعتراف کرده به گناهانش، به کارهای بدی که کرده؟ به نظر میرسه که چون شما فکر کنید دست برتر رو دارید روش راحت. نو بگه چی؟ چه چیزی دار؟ دو تا چیز خوبه. شما نگفتیم بگرد دنبال چیزای بد، نه همیشه دنبال چیزای بد. حالا بگرد دو تا سه تا چیز بدش چی عزیز؟ اصلا لاوی دو وارم نیست. He's such a cold person. He's not warm at all. من خیلی وارمم. من خیلی affectionate هم. He's not affectionate at all. He's very straightforward. He can come across as a very cold. من خیلی دوست دارم. برای که زمینه افسردگی داره و زمینه استراب و بسخونس. پسرش هم داره. خب من مثلا وقتی که ماها میریم شام بیرون، این هیچی مثلا میریم مهمونی، این هیچی نمیخوره، ما باید چی کار بکنیم با این بچه؟ زورش بکنیم غذا بخوره، نخوره، بشینه بره بخوابه؟ 100% شما زورش نمیکنید. یک، تا اونجایی که ممکنه مهمانی تشریف نبرید. دو، مهمانی رفتید از قبل یه چیزی که دوست داره بدید بخوره. سه، از مهمانی برگشتید اگر هیچی نخورده که زورش نمی کنید یه چیزی بدید بخوره. چهار، نمیخواد بخوره، نخوره. بعد الان یه مسئله دیگه که پیش اومده اینه که شام که میریم بیرون اگه غذا کولد باشه میگه این سرده، این خوب نپخته، پس من الان مریض میشم، دوباره دلم درد میگیره، نمیخوره. خانم عزیز، شما با یه پسر بیمار روبرویید، چرا نمیخواید اینو بپذیرید؟ نه من اینو میدونم، من فقط نمیدونم که من به عنوان یه آدم دیگه خانم عزیز تربیتش نداره چه کار کنم؟ هیچی، شما هیچ کاری نمی‌کنید. من که دارم به شما نمیدونم، اینقدر کسی مشخص به شما بگه تو مهمونی کارش نداشته باشید، مهمونی نرید، کاری به کارش نداشته باشید، قبلش بهش چیزی که دوست داره بدید بخوره، بعدش چیزی بدید بخوره. کاری هم نمیتونه، دکترم ببریدش ببینه میتونه کمکش کنه یا نه. ولی پیداست که این پدر و پسر و اون مادر به هر حال مسائلی بدارن. شما دنبال دردسر میگه چون پرستاری فکر کنیم که اینجا بیمارستان رو بندازید. تو چرا فکر میکنی قاعد نقش نجات دهنده رو داشته باشی؟ میدونی من این رابطه رو درست نمیدونم. شما اولا با یه آدمی خودتون بچه ندارید و نخواهید داشت، بسیار خوب، چون مادریتون رو به نظر من کردید، اینجا میدید توی رابطه ای که بیش از اون که در شور و شوق و هیجان و لذت و رضایتی باشه فقط باید مسئله حل کنید، مشکل رفع کنی. یعنی هیچ، یعنی به جایی که سوار یه اتومبیل بشید برید، باید دائما ماشین رو تعمیر کنید. و خب با ویژگی روانی شما میخونه، بچه اولید با فاصله زیاد با برادرتون، بعدم پرستاری، بنابراین به این عادت کردید که مردم رو باید من مواظب باشم، مراقب باشم، کمک کنم. ولی آدم 8 ساعت کارتون کافیه دیگه عزیز. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ خوبه. اوکی. حالا اگر من به این آقا بگم دو تا سه تا چیز خوب شما چیه، به من چی میگه؟ راستش نمیدونم چی میگه. یعنی نمیدونی فکر میکنه که I'm very kind and warm and caring. خب معلومه این هر که واقعیت، خب معلومه، من کاملا اینو میدونم. مثلا برای یه آدمی که یخ زده
شما هر وقت نزدیکش بشید اون یه ذره آب میشه. ولی شما برای چی تو این رابطه هستید؟ چیزی که شما از این رابطه به دست میارید چی؟ تازه این بچه یه ذره بزرگتر بشه شما باش مسئله و مشکل خواهید داشت. نه شما رو به عنوان مادر میدونه، نه کسی رو به عنوان فردی که در اون خونه حقی داره. فقط مشکلات و مسائل میفته رو شما. من رابطه درستی نمیتونم در خصوص بچه هم دو تا نکته هست. یک، قراره بره دکتر. دو، دکتر توصیهاشو میکنه، ولی اون توصیه در خصوص غذایی بچه 9 ساله پیکی همونی که خدمتون گفتم، شما هم درگیر اون نمیشید و به میل او عمل میکنید. هر روی برمیگرده میگه این غذا سرد نمیخورم، گرمش میکنم. نمیخوری؟ نه. ولی استدلالش که غلطه، چون غذای سردی سعی من بخورم حال به هم خوردگی دارم. خود این سبب میشه که حال به هم خوردگی داشته باشه. یعنی اگر شما وادارش کنید که بخوره بگید نه خیر، مطمئن باشید بالا میاره. برای که اینا در رای سایکوسوماتیک هم روانتنی هم. شما که میدونید یک پدیده روانی موجب یه بیماری فیزیکی میشه. بله. چند وقت پیش مامانشون مادرشون چاق شده بودن، داشتن مثل این که میخواستن لوز ویت بکنن and این شروع کرده بود کالری میشمرد. بعد از اون موقع دیگه نه بستنی میخوره، نه کیک میخوره، نه هیچی. یعنی یه بچه 9 ساله اصلا شیرینی نمیخوره، بستنی نمیخوره. حالا شیرینی که نمیخوره مثلا این سالی بچه بیماره. ببینید عزیز، من چطوری میتونم اینو به پدرش؟ هیچی. به شما چه مربوطه؟ به پدرش. پدرش که معلومه تو این خطا نیست. ببینید عزیز، شما دارید با کسی رابطه دارید تو زندگی میکنید که در حدی که شما میفهمید و میدونید نه میفهمه نه میدونه. شما فکر با اینجا احساس امنیت و آرامش میکنید، برای که گفتم نقش کاملا پیداست، نقش برتر رو کنترل کنید. بنابراین به آنست بودن و لویال بودنش فکر کنید. خنده داری اینا برای توی مدت کوتاه. شما هر وقت 30 سال با کسی بودید، بعدا درباره لویال بودنش و فیتفول بودنش و آنست بودنش، اونم مثلا اگر تو موارد و مسائلی افتاده و از اون آزمایش ها سربلند بیرون آمده، بسیاری از مردم حتما در معرض اون آزمایش قرار نمیگیرن که آدم ببینه فیتفول و لویال هستن یا نیستن. اگه دختری افتاد دنبالش و خواست باش رابطه داشته باشه و شرایطش فراهم بود و نرفت، شما میتونید بگید. ولی آخه من رابطه شما رو خیلی سطحی میبینم عزیز، و شما رو فقط به عنوان یک کسی که نقشی میخواید پیدا کنید که دنباله همون کاریست که روزا در بیمارستان میکنید، حالا میخواید تو خونه بکنید. من چیز دیگه ای نمیبینم. حالا اگر قصد شما اینه که این رابطه سالم و خوب و درسته، میگم نه. ولی اگر قصد شما در خصوص بچه هست، این بچه مضطربه، وسواسیه، دکتر میخواد، روانشناس میخواد و روانپزشک میخواد و دارو درمانی میخواد. و الا با گذشت زمان این استرابش به افسردگی، به خشم تبدیل میشه و به وسواس ها به حوزه‌های دیگه کشیده میشه. درست مثل موردی که دارید میگید که حالا به خاطر مادرش داره کالری میشماره. و دیر یا زود گرفتار و گرفتارتر میشید. حالا باید تو خونه هم پرستاری کنید، نه زندگی کنید. میل میل شما نه متوجه میشم. بنابراین واقع بین باشید عزیز و بی خودی هم خودتون رو گول نزنید. خودتون، چون شما کسی نیست که دیگران رو گول بزنید، خودتون رو گول نزنید و یادتون باشه اومدید زندگی کنید و خوب زندگی کنید. نمیدید مواظب و مراقب دیگران باشید و مسائل و مشکلات دیگران رو حل کنید. برحال متوجه هستم. خیلی ممنون. خواهش کنم موضوع به خودتون باشه عزیز. لطفا موضوع شما هم همینطوری شده که همیشه سالم و تندرست سایتون بالا سر همه ماها باشه. لطف دارید عزیز. خوشحال شدم. خیلی ممنون از زحماتتون. خواهش کنم. خدا نگهدارید.